باز هم سلام دوباره تقدیم میکنم به ویدای زایی که از اول برنامه تا این دقایق بیننده ما بودن و خدا کنه تا پایین برنامه با ما همراه باشن. خسته نباشین عزیزای دل، باز هم صبحتان بخیر. والا هم دوباره برگشتیم، ادامه برنامه نسیم صبح هست و دی لحظات مهمان ما حاضر هست در استودیو با ما هستن، خانم ملاله مبارز، فعال حقوق زن و اطفال. دعوت کردیم امروز راجع به مکتب کیر جدید تاسیس شده، مکتب صلح، به نام صلح صحبت های خود داشتیم. اولتر از همه سلام و صبح بخیر به خانم مبارز، میگم خیلی خوش آمدید. تشکر، سلام به شما و به بیننده های عزیز، صبحتان بخیر. امیدوار هستم که شما با جمع بیننده ها یک صبح خوب و خوش و پر از صفا و صمیمیت آغاز کرده باشید. بسیار تشکر. سپاس باز هم خانمانانه خوش آمدید میگیم. شما در آغاز در مورد مکتب یک معلومات را بتن که از چه زمانه این مکتب در جوجان آمده و تا روز فعالیت خود آغاز کرده یا نکرده، خرابش آغاز بکنن چه زمانه؟ تشکر از سوالتان. مکتب از مدت خیلی زیادی است که در شهر کابل به فعالیت خود آغاز کرده که خانم شبانه بسیج راسخ مؤسس می مکتب هستند و اونا مکتب از به شکل یک چارچوب بسیار کوچک آغاز کردن، به شکل یک مکان بسیار خردی که لااقل نه به سویه کورس باشه یا نه به سویه یک مکتب بسیار بزرگ باشه. اینا یک تعداد دخترها را هماهنگی میکردن و زمینه سازی میکردن، حمایت میکردن که از افغانستان به مخصوصا امریکا برن و اونجا تحصیل بکنن و بعد از ادامه تحصیل برگردن به افغانستان. اما متاسفانه بعضی از عزیزای ما که میرفتن اونجا دوباره بر نمیگشتن و به موج زندگی را چون عادت میکردن به اون محیط و پس برگشتنشون به افغانستان یک اندازه چالش برانگیز برای خودشون میبود. حتما بنا به دلایل مسکن گزین میشتن به امریکا. بعدا خانم بسیج به این فکر مفته که چرا امی دخترها را در پانتونا یا مکاتب روان میکنن برای درس، ببخشن که هم پانتون هم مکتب روان میکردن، چرا ما یک زمینه را در افغانستان نسازم که عین تحصیلی که در اوج است در خود افغانستان باشه و اونا در میجه در افغانستان تحصیل بکنن و بعد از اینکه اینا به مساویه برسه که تفکیک کرده بتونه خوب و بعد بین همه چیز و باز اگر خواستن پس دوباره به افغانستان برن برای تحصیلات عالی خود به خارج و دوباره به افغانستان بیان به شکل یک رهبر بسیار کار خوب برای افغانستان بتونه بکنه و تغییر میخواستن در جامعه افغانی بیه و هدف از این نبود که تغییر به شخصی بیه و اینا برن شخصا در اوجه زندگی بکنن و زندگی خودتان رو تغییر بتن. بنان تصمیم برای این شد که به شکل یک مکتب ایمار شد و تاسیس شد و افتتاح شد و این مکتب مکتب اوناسی است، اوناسی ملی صلح، که از تمام افغانستان دختر خانمایی که در اوجه شامل مکتب میشه از سنف 6 استخدام میشن و بعدن گرفته میشن، جذب میشن و بعد از او اینا به شکل مکتب ساختن که فقط میشه بگویم برای اینا رهبرا هستن. این دخترایی که اوجه میرن به عنوان یک رهبر میره، چهره های بسیار با استعداد، توانا و با ظرفیت های بالا اونو امتحانشان گرفته میشه، داخل مکتب میشن و تا سنف 12 اوجه ادامه میتن و مکتب هم از تمام امکانات خوب برخوردار است و یک مکتب بسیار مجهز با زیر پوشش و مسائل اسلامی و بعدن اینا وقتی که سنف 12 را خلاص میکنن اکثریتشان که تا به هنوز نتیجه بسیار خوب داده، امتحان کنکور دادن نتایج بسیار خوب پیدا کردن و بر علاوه از اینکه نتیجه خوب در خود افغانستان گرفته، بازم زمینه سازی خانم بسیج بوده که اینا بتونن برن به خارج از افغانستان دیگه پانتونا، مخصوصا پانتونا امریکایی در اطراف دنیا اونجا تحصیلات خود بکنن و دوباره به افغانستان برگردن. دقیقاً با کسایی که البته شاگردای ممتاز هستن، این سهولت خیلی ها خوب است، این سهولت استفاده کنن و ان شاءالله که موفق باشن. خب خانم مبارز، میشه درباره بگوین که مکتب تنها مختص به همین دختر خانم ها هستن یا ای که پسرها همچنان میتونن اونجا درس بخونن؟ نه خیر، مکتب مخصوص خانم هاست، مکتب اوناسی صلح، ملی صلح به می شکل نامش است و به می خاطر تنها برای دختر خانم هاست و به خاطر عزیز که ما خانم ها را حمایت زیادتر بتونیم بکنیم. می فهمیم که قشر آسیب پذیر در افغانستان بیشتر دخترها بوده و محرومیت اکثر دخترها و خانم ها داشته، به خاطر ما بتونیم که از بنیاد اینا را اساس گذار اساسا خوب بنیاد برشان بتیم یا خوب پرورش بتیم، این مکتب به می خاطر ایجاد شده. و شما اجازه بدین که ما بگویم ما به عنوان رضاکار در مکتب ملی صلح در ولایت جوزجان و ولایت سرپل فاریاب کار میکنم. خیر، خب میشد در این باره هم چون بگین که از صنف اول شاگرد میپذیرین یا که از صنف 8 گفتین؟ صنف 6، بله از صنف 6 شاگرد میپذیرن. شروعش صنف 6 هست؟ صنف 6 هست. خب خیلی خب، این که زمانی که مکتب خلاص میشه بعد صنف 12 دوباره اینا افغانستان باقی مونن یا که راهی کشورهای خارجی میشن؟ این مربوط خودشان میشه، بعضی هستن امتحان، البته که کلشان شامل امتحان کنکور میشن چون این مکتب ثبت راجسترشی وزارت معارف هست و میتونن که داخل مسئله امتحان کنکور
باشن و بعد از اون هم یه خواست خودشان است. اگر خواسته باشن نی بریم تحصیل خود به خارج از کشور بکنیم، این زمینه سازی را خانم بسیج میکنن و برشان حمایت کننده خارجی پیدا میکنه. لااقل اگر در بورسیه های از اول خو اینا قدر استعداد و توانایی را پیدا میکنن که در بورسیه های رایگان برن و دستور که نمیتونن بازم برشان حمایت کننده پیدا کنه، میتونن که اینا را روان بکنه در بورسیه هایی که به حساب پرداخت داری یا پول برش بپردازن. خیلی خوب، میشه درباره فیسش هم صحبت کنین که حتما مکتب های خصوصی فیس میگیرن؟ فیسش دقیقا چون مکتب خصوصی است و مصارف بسیار بالا هم داره. بله. خب او فیس را که اینا از شاگرد اخذ میکنه به او اندازه نیست که مصارف مکتب پس پوره بکنه و به این خاطر متفاوت میباشه برای خب فامیلایی که بی بساط هستن، مشکلات دارن، و اما اینا فقط در نظر گرفته است که استعداد پرورش بتن. فرق نمیکنه کی از فامیل داراست یا ناتوان است. متاسفانه بعضی مکاتب هستن که اگر فامیل توانایی پرداخت و پول داره، هر چند طفل و مزکاوت و دانایی را نداره و جوری را نداره، باز هم او را جذب میکنه بخاطر از اینکه مسئله بزنس در بین است. اما در این مکتبی مسئله نیست، فقط به این فکر میکنن که او طفل باید پرورش ببینه چون که استعداد داره، استعداد باید رشد بکنه و متفاوت است. برای هر کس فیس متفاوت گرفته میشه. بسیار زیاد تعداد دخترایی است که وجه هیچ فیس پرداخت نمیکنن. آیا شمولیت در این مکتب محدود است یا نامحدود؟ شمولیت محدود است، لااقل در هر سال تعلیمی که اینا زمان ثبت نام است، مثلا میار زمان ثبت نام است بر سال بعدی، 13 تا 15 نفر نهایتش یک صنف تشکیل میده. و فکر کنید که یک صنف که 13 تا 15 نفر است، یعنی چقدر رسیدگی به صورت باید بگیره، بخاطر چی قسمه است در کل در یک سال 13 یا 15 نفر؟ بله، 13 یا 15 نفر که شامل صنف ششم میشه داخل این مکتب میشن. و قابل یادآوری است که مکتب فقط اون یک مکتب است که در خود شهر کابل فعالیت میکنه و مردم کلی از اطراف میره و لیلیه در داخل خود مکتب است که دخترها از لیلیه بیرون میشن، در یک مکتب داخل مکتب خود میشن. فکر نمیکنین که در طول یک سال 16 یا 15 نفر شمولیتش خیلی کمتر است؟ کم است. اما اگر من سوال از شما بکنم که آیا ما میتونیم که در یک سال تعلیمی بیشتر از 16 یا 15 استعداد بسیار بالا را پیدا میکنیم، ممکن است؟ شاید ممکن باشم، شاید ممکن اگر قرار باشه ما بیشتر به پالیم شاید پیدا شم و استعداد خیلی زیاده هست در هر جای. یعنی ببخشن که پیش کلام میشم، هرچند همکارای ما در تمام ولایت به شکل رضاکار کار میکنن یا خود اعضای تیم کاری مکتب سوله وقتی میرن در ولایت بخاطر گرفتن امتحان شاگرد یا جذب شاگرد یا برای این می رقم ابلاغ کردن اعلاناتش که زمان ازیر است که اینا ثبت نام بکنن، اینا به نهایت تلاش خودم میکنه. مثلا من شخصا خودم در جوزجان بیشترین مکاتب رفتیم، همراه شاگردان جداگانه در صنف صحبت کردیم، برشون بروشورها را توزیع کردیم، همراه مکاتب صحبت کردیم، همراه مسئولین مکاتب صحبت کردیم که شما این ابلاغ بکنین. و در قسمت مسئله فیس هم گفتیم که شما تشویش زیر نداشته باشین چون این متفاوت از بر فامیل که توانایش داره نظر به اقتصاد و نظر به اقتصاد گفتم منوس فامیلایی است که هیچ فیس نمیپردازن برای اطفال خود. و متاسفانه که پیدا کردن او چیزی را که اینا میخواین بسیار مشکل است. بسیار مشکل است. ما شما اگر گاهی اوقات خدا کنه که بتونیم با این سال از جوزجان یک چهره را به او معرفی بکنیم و امتحان به تبارن بخیر و دیگر رخصتی اگر شما او را باز بیارین در استودیو امرایش بشینین، شما دریافت خواهد کردین که چقدر توانایی بالا داشته که با او استعداد رفتن. و ما چهره های بسیار ناب، استعداد بسیار ناب دنبالش هستیم که او بتونه در افغانستان یک تغییر در آینده بیاره. این همچون خیلی سخت‌تر است که استعدادها را دریافت بکنیم، هم 16 15 نفره که خیلی نسبت به دیگر متعلمین نخبه باشه. خب میشه ایموری هزی همچون یادوار شیخ خانم مولانا که درس شما چگونه هست؟ آیا به حساب نصاب تعلیمی معرف جوابجان هست یا که درس شما فهم درس به اساس نصاب تعلیمی افغانستان است، اما یک اندازه بالاتر از او چیزایی است که ما میبینیم. مثلا شما ما در افغانستان داریم مضمون رسمه و ما رسمه فقط برای شاگرد یا یک چیز رسم میکنیم روی تخته و تا آخر سال نمو رسم است، یا یکی که از شاگرد تقاضا ما مکاتب خصوصی را دیدیم که تقاضا به این دارن که در خانه برین خودتان دلخواه رسم بکنین. و اکثرا طفلا چون طفل از سهلنگاری دارن، طفل از علاقه بعضیش داره بعضیش نداره، میره به پدر مادر خود به والدین خود میگه که برام رسم بکن، رسمو میبرم و استاد ازش تشکری میکنه نمبر میده. اما در اوجه رسم شما لمس میکنید،
شما یک گل رسم میکنین و او را لمس میکنین. منظور می است که در اونجا استادی که تدریس میکنه خودش هنرهای زیبا را در کشور خارجی خوانده و در اونجا میاد مکتب ملی سول داخل از اون مکتب میباشه، شبانه روز هم رای شاگرد میباشه، روز کار میکنن در صنفا، شب تا مشکل داره شاگرد میتونه که پیش استاد بیاد تا تایم مشخصه که مثلا 10 یا 11 بجه شب است بیاد داخل اتاق استاد و از او پرسان بکنه که مشکل ما در اینجا ایرا برمال کو مشکل حل میکنه و تمام هنرها را شما لمس میکنین. همه چیز لایف است، زنده است. موسیقی است، بخش رسامی مو هنر، چون هنر است موسیقی است، مثلا سفالگری است، کوزه میسازن یا چیزای گلی میسازن، مجسمه سازی است. این طفلا به سویه هست که شما شاید پانتون هنرهای زیبای کابل برین، مو استعدادا اونمو توانایی را در قسمت شخصیت های بالاتر پیدا بکنین، اما اینا در اطفال است. یعنی کارا میکنه شما اگه داخل صنف شوین که اونا کارای هنری میکنه اصلا ایران میمونین که چطور میتونه دخترای طفلای خردی کارا بکنه، اما این کارا میکنن. ما فقط خود ما شخصا چون وقت رفتیم لمس میکردیم، تمام اونا رو میدیدیم که چقدر به زیباییش گل ساختن یا مثلا یک مجسمه ساختن، یک کوزه ساختن، یک گیلاس ساختن و اونا رو به این شکل میسازن. یعنی فکر بکنید که بالاتر است. و اونجا مسجد شریف دارن که داخل خود لیلی است و در اون مسجد برای لیلی که 5 وقت نماز ادا میشه و بسیار به شکل عمومی قسمی که اسلام میخواد با رعایت ایجاب اسلامی مسجد میرن نماز میخوانن، قرآن شریف با تجوید میخوانن، مسائل دیگی دینی که بالاتر از چیزایی است که در مکتب ما تنها یک قرآن شریف هم میخوانیم و وقت سپری میکنیم میره، چون اکثرا میگیم که وقت کفایت نمیکنه، اما اونها ایران منظم ساختن که به شکل عالیش قاری قرآن تا میتونن شوند که بخوانن اونو موجه تمام مسائل خود حل بکنن و از تمام مسائل اسلام خبر شوند و اینی میدقن تمام صنفای شانس. و یک خوبی دیگه که داره لسان انگلیسی را وقتی که میبراین ازش فارغ هستن. خیلی کار عالی است، خیلی یک کار شهکار است که بله دقیقا که واقعا ما جای افتخار است و افتخار همچنان میکنیم که همچو البته استعدادهای هم هست، همچو مردمی هست که متوجه اطفال نازنین این کشور هستن، چون اطفال هستن که آینده کشور به دست اطفال هستن. خب میشه خانم ملاله درباره بگوین که درباره اساتیدش بگوین که چگونه اساتید در اونجا البته میگیرن و تدریس میکنن. اما قسمی که قبلا هم یک اشاره برتون داشتم، استاد مجموعه کارکنان مکتب مردم دخترها یا خانم‌ها هستن، ناسی هستن و به استثنای گارد که در اونجا کار میکنن. و یک اشاره بسیار کوتاه داشتم، گفتم که استادی که اونجا درس میده خودش هنرهای زیبا را در کشور دیگر رفته خوانده و فعلا میوه شایدم که او یک خانم خارجی باشه. و این رقم کل مضمون ها کسایی هستن که اونا مهارت فوق العاده دارن، تواناییشون بسیار بالا است، کسایی هست که ماستری دارن و اونا میان برای اطفال هم برای اطفال میشنه تدریس میکنه باشن. و روند تدریسشون چگونه هست؟ متفاوت است، چون گفتم می برای یزی که می خود کوریکولوم درسی افغانستان تحت پوشش گرفته یک چیز بالاتر از او است و معلوم دار که بسیار فوق العاده است و بالاتر از او است، بالاتر از توقع ما است اصلا. و به این خاطر گفتم که مشکل است وقتی ما 15 16 شاگرد جذب میکنیم، به این خاطر که مشکل است که شاگردان بتونه با این محیط خود آماده بسازن، چون یک دفعه میره از یک مکتب عادی و اون اکثریتشون از مکاتب دولتی و داخل یک محیط کاملا متفاوت میشه که اوج لود درس است، هر اندازه‌ای که درس وین اوج هست و از یک اوج به کم داخل یک حجم زیاد میشه، این معلوم دار که متفاوت است. و طریقه تدریس برای استادا و شیوه های خودشون استفاده میکنن برای اینکه بتونن وقت مسائل که ضرور است برای شاگرد انتقال بکنه او را انتقال میدن. خیلی خوب. آیا در مورد امتحانش صحبت بکنید که شاگردا میایند سراغ مکتب و ثبت نام میکنن به خاطر امتحانش که چقدر داره استعداد هست، چقدر داره ویژگی هست که بعدا از طرف این مرکز انتخاب میشن، یا ای که خود مرکز میرن در پای شاگردا و انتخاب میکنن از هر مکتب یا هست کسایی که استعدادها هست نخبه ها هست در نقاط مختلف شهر اونا رو دریافت میکنن چی کنن؟ دقیقا تقریبا هر دو موضوع رو پوشش میده. مثلا گفتم که رضاکارا و هم خود کارکنای مکتب، اول خود رضاکارا یک پیش از اینکه زمان امتحانش ها کاملا افغانستان تا پوشش میده
مدفاریاب، سرپل، جوزجان، مزار شریف، قندهار، هرات، کل جای ما رضاکارا دوستا هستن که رضاکارا دی بخش کار میکنه، آگاهی دهی میکنه. اینی میرقم که خودم به تک تک مکاتب شبرغان رفتیم و ازشون خواهش کردیم که ثبت نام به این شکل است، ورقا داریم که برای رجستریشن است، حتی ما نمبر شاگرد گرفتیم و او را انتقال میتیم به مکتب و مکتب خودشان برایشان تماس میگیره و بعدا وقتی که زمان امتحان میرسه اینا میان امتحان میتن تقریری و بعد از اون امتحان تقریری که در مرحله نهایی انتخاب از اینا میباشه و به این شکل شاگرد جذب میشه. خیلی خوب. خب خانم مبارز میشن درباره بگوین که البته شاگردایی که از صنف 12 فارغ میشن راهی کنکور میشن، کسایی که ممتاز هستن یا که تو مستقیم طرف خارج بر خاطر تحصیل روانشان میکنن؟ گفتم که اختیاری است، اگر خواسته باشن میتن با مایل خودشان امتحان کنکورشان و نتیجه معلوم دار وقتی که از همچه یک مکتب فارغ میشن با این توانایی و مطمئن هستم که میتونن به جایی که خودشان میخواین برسن، یعنی به مو رشته دلخواه خود کامیاب میشن. و بعضی هم ترجیح میده که خارج از کشور برن تحصیل بکنن، معلوم دار که تحصیل با کیفیت تر متاسفانه که افغانستان امروز نداره اکثرا در قسمت امو تحصیلات عالی. بله. شاید همون طفل که از اوجه فارغ میشه و خود بعید پیدا بکنه که من چرا نرم تحصیل بالاتر ازی بکنم. اگر من از وقت فکر کنم یک طفل از اون مکتب به اینی سویه فارغ میشه، او هم سویه من پنتون است. بله. او هم سویه پنتون است. او باید بالاتر از او بره. این مربوط خودش هم میشه و انتخاب خود دختر. آخر دقیقا قرار باشه این چیزایی که خانم آلانه گفتن طبعا قابل اجرا باشه. پس خودم یعنی شوقی به این هستم که خیلی دارم تا یک جای آدم درس بخونم. در یک سال 16 نفر یا 15 نفر تدریس کردنش، دو رسیده کردنش، تمام در یک سال انسان میتونه خیلی چیزهای زیاد را بیاموزن، چون فضا خیلی بزرگتر و تعداد خیلی محدودتر و استاد هم همچنان بیشتر. و در بخش وقت کسایی که وقت میخواین، خصوصا خانمای عزیز ما که میخواین طفلایشون بیشتر قسمی که خانم مرالای گفتن یک رهبر خوبتر شما در آینده، میتونن ثبت نام بکنن و اینجا ببرنشان. البته قرار باشه اونا اگر داره استعداد و ظرافیت و خلاقیت باشه تمام قابل جذبیت می باشه و اونا رو خواهد جذب کردن. خب خانم مرالای میشه در آخر پیام داشته باشیم از شما به فامیلی از ما که قرار باشه بیننده برای ما باشه؟ پیام ما ای است که چون میال زمان ثبت نام است، اگر خواسته باشن که ثبت نام بکنن لطفا دوباره به مکاتب خود مراجعه بکنن، چون ما امر مکاتب به مسئله به اشتراک گذاشتیم. در اوجه برن اما فرمی که به خاطر ثبت نام است، اطفال خود اگر واجد شرایط هستن لطفا ثبت نام بکنن، لااقل ببینن شاید چیزایی در اطفالشان است که خودشان نمیتونه پیدا بکنه و شاید این مکتب بتونه اونم استعداد این طفل از اینا رو نشان بده برشان پیدا بکنه و کامیاب شه و خیر برن و تشویش از این نداشته باشن که ما فیسش پرداخت کردن نمیتونیم. ما چندین بار گفتم که متفاوت است، بعضی فامیلای بی بضاعت است که هیچ پول پرداخت نمیکنن، اما لااقل اجازه بدن که استعداد طفلش سرزنش نشه، لااقل اجازه بتن که اطفالشان هم قسمی که خودشان میخواد تحصیل بکنه، تعلیم بکنه و سبب از این شود که افتخار برای خانوادهش نیه، برای منطقهش نیه، برای کشور شود. و من مطمئن هستم طفلای که از این مکتب فارغ میشه اونا واقعا یک افتخار کلان در آینده هستن در افغانستان. بله دقیقاً همین گونه هست. و باز هم سپاس میکنم از تشریف شما، تشکر از که تشریف آوردین، موفقیت هرچی بیشتر بر شما خواهان هستم. باز هم سپاس از خانم ملاله مبارز، فعال حقوق زن و اطفال که امروز دعوت ما را پذیرفتن و صحبت های خیلی خوبی داشتن.